بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون سلام، امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه، کیفتون کوک باشه. خیلی خوش آمدید رفقای نازنینم به امروز سه‌شنبه ساعت 1:30 و امیدوارم که در ورای صحبتهایی که امروز اتفاق میفته حال خوب، آرامش و امید برای شما به وجود بیاد. خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم، خیلی خوش اومدید. بیایم سراغ چتروم ها. سلام 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 همه بچه ها، یه سلامی یه علیکی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم، خیلی خیلی زیاد خوش آمدید. حال احوالتون چطوره؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی ممنونم از محبت شما. آره هوا واقعا گرم، راست میگید عزیز دل منی. قربونتون برم. خب یه چند تا نکته رو من خدمت شما میخوام امروز عرض بکنم. علت اینم که با همدیگه جمعه کلاس نداشتیم همینه، به خاطر اینکه امروز روزیه که در واقع بین دو مرحله سی پلاس تفاوت به وجود میاد، لذا دوست داشتم که در همچین روزی با همدیگه کلاس داشته باشیم و خیلی خوب به حرفام گوش بدید. خیلی خوب، چند تا نکته مهم میخوام خدمتون عرض بکنم که فکر میکنم بتونه خیلی به دردتون بخوره و شاید خیلی هم ادعای بی جایی نباشه اگر بگم شاید اصلا مسیر مطالعاتی خیلی از شماها رو تغییر بده. برای همین با حال خوب، با انرژی مثبت، با امید به حرفای من گوش بدید که به امید خدا اتفاقای باحال و درست حسابی براتون بیفته. خب تمام حواس لطفاً بدید به من. ببینید رفقای نازنینم، ما اومدیم با همدیگه یک بحثی رو شروع کردیم به نام آزمون تراپی. گفتیم آزمون تراپی یعنی این که از دل تحلیل آزمون ها بتونیم بر اطلاعات علمی خودمون اضافه بکنیم و حاصل اون اضافه شدن اطلاعات این باشه که میانگین دروسی که آزمون تراپیشون رو انجام میدیم رو تا 30% بالا ببریم. این هدف ما از آزمون تراپی بود. ولی گفتیم نه به روشی که همه رقباتون انجام میدن. نه، گفتیم آزمون تراپی باید به یک روش جدیدی اتفاق بیفته. اسمشو گذاشتیم دفتر تریاج. این سبکی که الان فقط مخصوص شماست، مخصوص خانواده خوشبخت هستش، اسمشو گذاشتیم دفتر تریاج. گفتم الهام گرفته از اتاق تریاج در بیمارستان هاست. شما وقتی وارد یک بیمارستان میشید دور از جونتون، اول وارد یک اتاقی میشید، بر مبنای اینکه حالتون چجوره یکی از 5 رنگ به شما اختصاص پیدا میکنه. بر مبنای اینکه حالتون چجوریه، یا سبز یا زرد یا قرمز یا آبی یا مشکیه. بر این مبنا ما اومدیم توضیح دادیم که ما وقتی آزمون ها رو میزنیم و برای خودمون میخوایم تحلیلشون بکنیم به هر کدوم یک رنگی رو میدیم و اومدیم معنای هر کدوم از اون رنگ های 5 گانه رو گفتیم چیه. خاطرتون هست که الان دیگه ورودی نمیخوام بکنم چون اون قسمت فیلمش موجوده. خلاصه کلام اومدیم گفتیم به روش دفتر تریاج آزمون تراپی رو باید انجام بدید. حالا فکر میکنم بچه هایی که تا به امروز آزمون تراپی رو انجام دادن تأثیر این روش رو در بالا رفتن درصد دروس عمومیشون دیدن. یعنی ما پیشبینی که کرده بودیم اینه که میشه با این روش، با روش دفتر تریاج،
یک افزایش 30% در دروس عمومی داشت که تا به امروز هم اومدیم جلو. دو تا برنامه برای به قول معروف اینکه کدوم کنکورها رو تحلیل بکنیم دادیم، با یک چیدمان خاصی که در ذهنمون بوده چیدیم و امروز به این نقطه رسیدیم. حالا اولین سوالی که من از شما دارم اینه، اولا چت رو لطفاً دو طرفه کن عزیز دلم. خب این سوال رو میپرسم چون خیلی برام مهمه، علتش هم برای من نیست، برای بچه‌هایی که تا الان آزمونش رو آزمون تراپیا رو انجام ندادن، میخوام به وجد بیان برای ادامه داستان. این برای اون رفقای نازنینم یه سوالی من دارم، این که آزمون تراپی و به روش دفتر تریاج بچه‌هایی که تا به امروز انجام دادن چه تأثیری در دفترچه عمومیشون داشته؟ این خیلی دلم میخواد که صادقانه در واقع جواب این رو به من بدید لطفاً. گفتم هم چرا دارم این سوال رو میپرسم، چون دوست دارم خود این یک دعوتنامه‌ای باشه برای بچه‌هایی که تا به امروز آزمون تراپیا رو انجام ندادن، برای بچه‌هایی که تا به امروز اون اتفاقی که باید رو رقم نزدن. ببینی چی میگم؟ برای اون دارم این سوال رو میپرسم. اگه الان دقت کنی لابلای این چت ها هم هست بعضی بچه‌ها که دارن میگن آقا ما انجام ندادیم، اتفاقا دقیقاً این سوال رو برای همون دسته از بچه‌ها پرسیدم که ببینن آقا چه تأثیری میتونه بذاره. مثلا این خانم زهرا فضیلت‌خواه من الان دیدم گفتن که من درصد 30-70 رسیدم. مثلا علی پاکزاد میبینم گفته که 20-40% افزایش داشتم. حسین بهرامی میبینم گفته تا 30%. یکی از بچه‌ها که من اسمشو نتونستم ببینم نوشته بود تا 60%. یکی از بچه‌ها تا 40%. یکی از بچه‌ها گفته بود عربیم 80-90% تثبیت شده. سارا گفته تا 20%. یکی از بچه‌ها گفته از 70-84% رسیدم. یکی از بچه‌ها گفته از 50-90% رسیدم. نازنین میگه تا 20%. امیر محمد میگه تا 30%. یکی از بچه‌ها گفته عربی من 30 رسیدم به 80. امیر رضا گفته 40%. مهدی میگه از 10-60%. خلاصه ای کلام این که این شیوه در واقع این روش آزمون تراپی و دفتر تریاج هستش که من اومدم و مطرحش کردم. حالا اولین نکته ای که امروز میخوام دلم میخواد بهتون بگم، اولین سوالی که میخوام بهش جواب بدم، اونم این که بچه هایی که تا امروز انجام ندادن چه؟ این اولین سوالیه که دلم میخواد جواب بدم. آقا رفقایی که تا به امروز نتونستن آزمون تراپیا رو انجام بدن به هر دلیلی، جدی نگرفته بودن، زمان نداشتن، درگیر امتحانهای ترمشون شدن به هر دلیل، بچه هایی که تا به امروز نتونستن آزمون تراپیا رو انجام بدن، اونها باید چه بکنن؟ کیان بچه ها اینطوری هن؟ به من بگید. چت دیگه میتونه یه طرفه بشه عزیزم. به من بگید کیان که تا به امروز آزمون تراپیا رو انجام ندادن و نگران این موضوع هستن. خب بسیار عالی، متوجه شدم. حالا حواسو بدید به من لطفاً، حواسو بدید به من. ببینید ما از 28 میخوایم وارد فاز آزمون تراپی های دروس تخصصیمون بشیم، از 28 و دقیقاً هم با شکل و شمایلی که الان توضیح میدم میخوایم اون کار رو انجام بدیم. یعنی دقیقاً دو دفترچه‌ای میخوایم دروس تخصصیمون رو ببریم جلو و دقیقاً در همون زمانبندی اعلام شده توسط سازمان سنجش هم میخوایم اون کار رو انجام بدیم.
یعنی مثلا اگر توی یک رشته گفته هر کدوم از دفترچه‌ها براش 80 دقیقه زمانه، ما هم دقیقا همون 80 دقیقه رو اختصاص بدیم. آزمون تراپیای دروس تخصصیمون از کی شروع میشه؟ دروس اختصاصی آزمون تراپیاش از 28 شروع میشه. بله، این تا اینجا. بچه‌هایی که تا به امروز آزمون تراپی های دروس عمومیشون رو انجام ندادن، از حرومن شمسه که یه تایم خیلی خوب رو دارن، یه تایم درست حسابی رو دارن، یک تایم حرفه‌ای رو دارن که بحث آزمون تراپی هاشون رو انجام بدن. پس اولین سوال، آقا کسایی که تا به امروز آزمون تراپی های عمومی رو انجام ندادن، حالا که دیدن انقدر تأثیر گذاره اگر درست انجام بشه، حالا بسم الله، حالا بیان آزمون تراپی های عمومیشون رو انجام بدن. تا کی؟ تا 27. پس جبرانی برای بقیه بچه ها که تا به امروز انجام ندادن تا 28 خرداد زمان. فقط ممکنه این بچه ها دو دسته بشن. دسته اول کسایی که انجام دادن ها، مثلا یه آزمون، دو آزمون، سه آزمون انجام دادن ولی یه جاهایش جا موندن. خب این گروه دقیقا از همون جایی که جا موندن باید آزمون تراپی کنن و بیان جلو. دقیقا از همون جایی که جا موندن، یعنی ترتیب بین آزمون ها رو نباید از بین ببرن. آزمون ها بر حسب سختی و آسونی چیده شده. اصلا ترتیب بین آزمون ها رو نباید انجام ببرن، از بین ببرن. یعنی دقیقا تا همون جایی که خوندن از اونجا به بعد ادامه بدن و بیان جلو. این برای بحث اون بچه هایی که یه مقدار عقب افتادن، حالا میخوان یه دونه آزمون عقب افتاده باشن، یه دونه میخوان دوتا آزمون عقب افتاده باشن، میخوان 5 تا آزمون عقب افتاده باشن. اونجایی که عقب افتادن اونجا رو باید از اونجا به بعد باید جبران بکنن. گروه دوم کسایی که نه، اصلا تا به امروز داخل طرح آزمون تراپی اصلا نبودن، اصلا نمیدونن داستان چیه. خب بلافاصله بعد از کلاس من استوری میذارم، لینک آپارات رو براتون میذارم، تشریف میبرن داخل اون لینک میشن، شروع میکنن دقیق به دیدن اون کارگاهی که توی آپارات هستش. اونجا کامل دفتر تریاش رو توضیح دادم. از فردا میان آزمون تراپیاشون رو تا 28 شروع میکنن. این تا اینجا. یه سوال دیگه این وسط به وجود میاد، آقا از 28 دیر نیست؟ دومین سوالی که ممکنه براتون به وجود بیاد، این که از 28 بیایم آزمون تراپیامون رو انجام بدیم، این دیر نیستش رفقای نازنینه؟ چون ما قویاً اعلام کردیم که از 28 دلمون میخواد بچه ها آزمون تراپیاشون رو انجام بدن. حالا سوال، آیا این دیر هست یا دیر نیست؟ قشنگ دقت کنید رفقای نازنینم، توی دروس تخصصی به واسطه اینکه بچه ها در طول سال تست بیشتری میزنن، اصولا تست های کنکور سنوات قبل زده شده. ما توی آزمون تراپی دروس اختصاصیمون دو هدف رو دنبال میکنیم. یکی این که پیوستگی بین آزمون ها رو متوجه بشیم که به چه صورتی هستش، یعنی مثلا سال 98، سال 99، سال 1400. این پیوستگی برامون مهمه که قشنگ در ذهن دانش آموزمون بشینه که مسیر جدید کنکور به چه صورتی هستش، چجوری سوال میاد. هان خیلی سوال مهمیه، چجوری قراره سوال بیاد، کدوم مباحث دارن بیشتر روش مانور میدن، کدوم مباحث بیشتر مورد اقبال قرار گرفته، کدوم سوالا رو دارن ساده تر میدن. ها متوجه ارزم میشی؟ یعنی یک بحثی که وجود داره اینه که ما تستایی که قبلا زدیم میخوایم پیوستگی بینشون رو بررسی کنیم،
و دومین نکته‌ای هم که وجود داره بتونیم مدیریت زمان کنیم. برای رسیدن به این دو هدف ما 10 آزمون رو کافی میدونیم. یعنی شما با برنامه‌ای که بهتون داده میشه وقتی 10 تا آزمون تخصصی، به قول معروف 10 تا دو دفترچه تخصصی رو بر خودتون تحلیل میکنید، حاصلش این خواهد بود که اون اتفاقی که لازمه براش میفته. پس یه دغدغه بزرگی که بچه ها دارن، آقا از 28 به بعد اون قبلش آزمون تراپی های عمومی ها اتفاق افتاده، حالا زمانیه که آزمون تراپی های تخصصی متناسب با وضعیت کنکور امسال جلو بره. پس خلاصه کلام در باب آزمون تراپی، فکر میکنم با این فرمونی که داریم میریم جلو، همه بچه ها تا 28 دفترچه های عمومی رو جمع میکنن با خیال راحت و از 28 وارد دفترچه های اختصاصی میشن، دو دفترچه ای بودن رو تجربه میکنن و میرن جلو، اینکه فیزیک و شیمی به هم چسبیده رو تجربه میکنن میرن جلو، اینکه ریاضی و اقتصاد و علوم فنون به هم چسبیده رو تجربه میکنن میرن جلو، اینکه ریاضی و زیست به هم چسبیده رو تجربه میکنن میرن جلو و 10 تا آزمون بر خودشون تحلیل میکنن و میرن جلو. 10 آزمون. حالا برگ برنده ما در تحلیل آزمون های اختصاصیمون چجوریه؟ دقیقا این کلاسی که برای آزمون تراپی های عمومی گذاشتیم، دقیقا این اون کلاس رو میذاریم برای آزمون تراپی های اختصاصی و کامل توضیح میدیم که چه اتفاقی قراره بیفته. یعنی دقیقا یک کارگاه دیگه که دوباره خودکارو کاغذ جلوتون باشه و این بار آزمون تراپی های تخصصی رو برای خودتون بنویسید که چه باید بکنید. پس این که قراره از 28 به بعد چه اتفاقی بیفته، یک اتفاق فاخر، این همون اتفاقی که برای دفترچه های عمومی افتاد، اما علل قاعده همونطوری که اهمیت دروس تخصصی 3 برابر دروس عمومیه، فکر میکنم اون آزمون تراپی اونجا هم بتونه تا 3 برابر مؤثرتر براتون واقع بشه. خلاصه کلام، پس تا اینجا حواستون باشه عزیزای دل من چی شد؟ آزمون تراپی های عمومی و از 28 اختصاصی، یعنی دقیقاً اون جایی که زمان مخصوصش هست. اینو تا اینجا داشته باشید به عنوان اولین اتفاقی که دلم میخواست بهتون بگم. خب حالا تا اینجا یه حال و احوال به من بدید ببینم اوضاع چجوریه. یه انرژی ها رو به من بگید ببینم چجوریه. به 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 عالی، 1000 مرتبه خدا رو شکر، 1000 مرتبه خدا رو شکر، 1000 مرتبه خدا رو شکر. آخه خیلی خوب، الحمدلله. حالا یه اتفاق دیگه‌ای که باید اینجا بیفته، یعنی یک چالش دیگه‌ای که اینجا وجود داره، آقا همزمانیه آزمون تراپی با همایش ها اینو چه کنیم؟ یکی از دغدغه های دیگهی که بچه ها دارن، میگن آقا همایش های ما هم از 28 شروع میشه. بله، همزمانی اون با آزمون تراپی های اختصاصیمون رو باید چه بکنیم؟ جواب، توی مدل برنامه‌ای که برای آزمون تراپی های اختصاصی بهتون میدم، توی اونجا مثل آزمون های عمومی نیست که دقیقا گفته باشم صبح رأس ساعت فلان انجام بدید، شب رأس ساعت فلان تحلیلش بکنید. یعنی شما در طول روز
زمان کافی دارید برای اینکه هر تایمی که دلتون میخواد اون آزمون تراپی اختصاصیتون رو انجام بدید. متوجه عرضم هستید؟ یعنی شما وقتی میخواین آزمون تراپی رو انجام بدید، اگر صبحش همایش دارید، اگر بعد از ظهرش همایش دارید، میتونید تایمتون رو جوری مدیریت بکنید که در کنار همایش هاتون حتی روزهایی که همایش دارید آزمون تراپی رو انجام بدید. نکته دوم که فقط یه اشاره گذرا بهش میکنم، برگ برنده شما مدل آزمون تراپیاتون هستش برای دروس تخصصی. اون مدلی که قرار اتفاق بیفته که فقط یه اشاره کوتاه میکنم، قرار دو دفترچه از همدیگه جدا بشه و آزمون تراپیاش جداگونه در دو تایم مختلف روز انجام بشه. اون دو دفترچه از همدیگه جدا شدن به شما کمک خواهد کرد که اون اتفاقی که دلتون میخواد رو برای خودتون رقم بزنید. پس اصلا نگران این نباشید که آقا با همایش ها همزمان میشه. نه، با همایش هاتون همزمان هست، در یک روز هست، اما در جاهای خالی روز شما میتونید که این اتفاق رو برای خودتون رقم بزنید. اینم یه دغدغه دیگه ای که دلم میخواست بهتون بگم و با چیزهایی که الان راجع به آزمون تراپی گفتم، بحث آزمون تراپی الان از نظر من تمام هستش. بحث دوم، یه نکته دیگه ای هم میخوام بهتون بگم و اون هم خیلی اهمیت داره رفقای نازنین، خیلی اهمیت داره. توی بحث سی پلاس علاوه بر بحث مشاوره‌ای که با همدیگه داریم انجام میدیم و بحث آزمون تراپی و دفتر تریاج، حالا چه عمومی‌ها و چه تخصصی‌ها که با همدیگه بردیم جلو، یک قسمت آموزشی هم وجود داره که قبلا بهتون گفتم. یعنی توی قسمت، توی طرح سی پلاس، بله، ما دو رویکرد رو دنبال میکنیم. رویکرد مشاوره‌ای، بله، و رویکرد آموزشی. دو رویکرد مختلف. حالا برای بحث رویکرد آموزشی قبلا هم بهتون گفته بودم که چه اتفاقی قراره بیفته. یک سری محتوای آموزشی رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. محتوای آموزشی در درس‌های مختلف به مدل‌های مختلف، این محتوای آموزشی در اختیار شما قرار می‌گیره. تا به امروز خیلی باب این بحث رو ما باز نکردیم. یعنی از اول هم که دیده بودیم زمانبندی مخصوص به خود رو داره. چرا؟ چون خب به هر حال بخش عظیمی از بچه‌های سال دوازدهمی هستن که درگیر امتحانهای سال دوازدهمشونن و همین امروز که ما با هم دیگه گپ زدیم صبح این بچه‌ها آزمون داشتن، لذا آزمون بعدیشون پنجشنبه، آزمون بعدیشون شنبه، لذا خیلی مهمه که اون فایل ها زمانی در اختیار بچه ها قرار بگیره که همه بچه ها بتونن استفاده درستی و ازش داشته باشن. دو، اون فایل ها مخصوص جمع‌بندی هستش، یعنی زمانی باید در اختیار شما قرار بگیری که شما در دوره جمع‌بندیتون به سر میبرید رفقای نازنین. برای همین محتواهای آموزشی از پنج شنبه روی کانال سی پلاس بارگذاری خواهد شد. دقت بفرمایید، از پنج شنبه روی کانال سی پلاس محتواهای آموزشی بارگذاری خواهد شد. نکته، آقا کانال سی پلاس رو ما در جریانش نیستیم که چیه. خیلی راحت، استوری که میذارم بعد از یه استوری که قرار شدش که لینک آپارات آزمون تراپی رو براتون بذارم و یه دونه دیگه هم که قرار شدش که لینک، یعنی یه دونه هم که الان قراره که لینک کانال تلگرامی رو در اختیارتون بذارم، یعنی بچه هایی که تا به امروز عضو نشدن عضو کانال بشن
که از اون محتوایی که در اختیارشون میگیره استفاده کنن. اساتیدتون تقریبا فکر میکنم مثلا 50-60% فایل ها رو ارسال کردن، تا ما این فایل ها رو شروع بکنیم هر روز به گذاشتن و بیایم جلو، به امید خدا بقیه اساتید هم همونطوری که بهمون قول دادن فایل ها رو برامون ارسال خواهند کرد. پس دقت بفرمایید، هر روز از پنج شنبه هر روز ساعت 17:17 بچه‌هایی که جزو خانواده هستن میدونن که عدد 17 برای من عدد جذابیه، هر روز ساعت 17:17 توی کانال تلگرامی سی پلاس شما در واقع هدیه اساتیدتون در اون روز رو به دستتون میرسه. اینم یه نکته رفقای نازنینم. پس ما بحث مشاوره ایمونو که شروع کرده بودیم، بحث آموزشیمون هم به امید خداوند به لطف یزدان از پنجشنبه 19 شروع خواهد شد. اینم یه نکته دیگه ای که دلم میخواست بهتون بگم. فقط در ارتباط با لایو های صبح، خب لایو ها رو ما از سمت اینستاگرام برگزار میکنیم، متاسفانه هر دو صفحه من بلاک شده این فرایند توش. یعنی علتی که میبینید که در واقع ما فکر میکنم 4 روز هستش که لایو صبحگاهی رو نذاشتیم، علتش اینه رفقای نازنینم، به این دلیل که متاسفانه انجام اون کار بلاک شده و من چاره ای ندارم، فعلا منتظر هستم که ببینم این وضعیت درست میشه یا نه. علت اینکه لایف های صبح رو نمیذاریم این هستش، به محض اینکه در واقع من آن بلاک بشم، گذاشتن استوری، گذاشتن لایف برای من بلاک بشه، سریعا دوباره بحث لایف های صبحگاهیمون رو هم با هم دیگه شروع میکنم. اینم در ارتباط با این نکته ای که دلم میخواست بهتون بگم که امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. خب دوباره تا اینجا یه انرژی مثبت ببینم حال احوال چطوره. دوباره چت رو دو طرفه کن عزیز دلم. خب حال احوالا رو من ببینم چه جوریه. نمیدونم چرا بلاکه، شاید بخاطر اینکه زیاد لایو گذاشتم اینطوری شده، نمیدونم راستش. سلام 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 سلام. خب شاید هم همین باشه مهدی جان، نمیدونم واقعا راستش. هر چیزی که از اینطوری نمیمونه، چون چی میگن، نامه نگاری میگن توی قسمت هلپ، توی سیتینگ تو قسمت هلپ هر روز داریم پیام میفرستیم که آقا این چه وضعیته، مسخره‌ایه. خب فکر کنم همه ابهاماتی که وجود داشت رو با همدیگه بررسی کردیم. یعنی فکر میکنم که این که آقا بچه هایی که آزمون تراپی های عمومی رو نرسیدن چیکار بکنیم، بچه هایی که آزمون تراپی های اختصاصی از کی شروع میشه، آیا 28 دیر هست یا نه، از کی میتونیم در واقع فایل های آموزشیم رو دریافت کنیم، فکر میکنم همه ابهاماتی که وجود داشت الان مرتفع شد. خب بسیار عالی، اینم تا اینجا. دوباره چتو عزیزم یه طرفه کن، ادامه ای داستان، مرسی. خب یه نکته دیگه هم وجود داره رفقای نازنینم، قشنگ دقت بفرمایید. ما یه گروه دانش آموز هم داریم که اسمشون رو من میذارم گروه پیشگامان. دقت بفرمایید، گروه پیشگامان. این گروه پیشگامان کیان در واقع؟ کسایی که از روز اول آزمون تراپی های عمومی کامل انجام دادند. این یه گروه ماه. آقا از روز اول تمام آزمون تراپی های عمومیشون رو انجام دادن. هر به قول معروف آزمونی که ما گذاشتیم در قالب 2 جدول فرستادیم، همه اون آزمون ها رو انجام دادن. خیلی خوب دقت بفرمایید، خیلی خوب دقت بفرمایید. بچه هایی که آزمون تراپی هاشون رو کامل 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 عمومی ها رو تا اینجا انجام دادن، کامل کامل کامل،
وارد مرحله تثبیت دلم میخواد بشم. مرحله تثبیت یعنی چی؟ یعنی باید تمام نکاتی که توی دفتر تریاش برای خودشون یادداشت کردن در 72 ساعت آینده برای خودشون دوره بکنن، کامل 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 هر نکته‌ای که یاد گرفتن در هر کدوم از دروس چهارگانه به قول معروف عمومی ها کامل 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 برای خودشون رصد بکنن، هر نکته‌ای که یاد گرفتن قشنگ مارک بکنن، حفظ بکنن که خیالشون از تمام چیزایی که تا به امروز نوشتن کامل بشه، تا بتونن از شنبه یک مسیر جدیدی رو در کنار بقیه بچه ها شروع بکنن. حالا اینجا رو خیلی خوب دقت کنید رفقای نازنین، خیلی خوب دقت بکنید. از شنبه یک روتین شبانهی براتون شروع خواهد شد. قشنگ لطفا دقت بفرمایید، از شنبه یک روتین شبانهی خواهید داشت. این روتین شبانه چیه؟ خیلی خوب به حرفای من گوش بدید، خیلی خوب. هر شب 10 تست قرابت به اضافه لغت، که لغت در واقع به 2 قسمت تقسیم میشه، لغات فارسیتون و لغات زبان انگلیسیتون. قشنگ دقت بفرمایید، یه اتفاق زیبایی که در سی پلاس خواهد افتاد از شنبه این خواهد بود. روتین شبانم، اگر خاطرتون باشه قبلا بهتون گفته بودم که یک لغتنامه ای رو به عنوان یکی از هدایای سی پلاس در اختیارتون خواهم گذاشت. زمان مطالعه اون لغات از شنبه خواهد بود، یعنی از شنبه شب روتین 10 تا تست قرابت و لغات فارسی و انگلیسی شروع خواهد شد. حالا سوال، آقا قراره در اونجا چه اتفاقی بیفته؟ ببینید، شما بین 7 تا 10 تستتون در فارسی از بحث قرابت و لغت میاد، درست میگم؟ بین 7 تا 10 تست از قرابت و لغت با هم دیگه میاد. یعنی شما تصور بفرمایید یک چیزی حدود 30% حداقل، حدود 30% حداقل، خیلی خوب. از اون ور هم در باب انگلیسی حتی اگر متنها رو در نظر نگیریم، گرامر رو در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 15% تقریبا 4 تا سوال از بحث لغات میاد. خیلی خوب، با این روتین شبانه‌ای که من براتون دارم درست میکنم، در واقع میخوایم مانور بدیم روی 30% فارسی به اضافه 15% زبان انگلیسی. این اتفاق از شنبه خواهد افتاد. یعنی یک اتفاق ویژه دیگه‌ای که در سی پلاس خواهد افتاد از شنبه، اون روتین شبانه 10 تا تست قرابت و عرضم به حضورتون که لغت. آقا لغت رو که متوجه شدیم، خودتون میخوایی یه سری لغت هایی در اختیار اون بذاری؟ بله. قرابت چی؟ قرابت هم خودم دوباره جزوش رو میخوام بدم. متوجه عرض من شدید؟ یعنی این که هر شب روتین شبانه شما چیه؟ شما هر شب یک فایل خواهید داشت، اون فایل رو انجام میدید و تمام. یعنی اینطور نیستش که خودتون حالا فکر کنید که خب الان تست قرابت از رو چی بزنم. اگر خودت یک منبع جایگزین داری، استاد بزرگوارتون بهتون داده، خیلی هم عالیه، قطعا میتونید همون رو جلو ببرید. ولی برای بچه‌هایی که منبعی ندارن
و الان از من توقع دارن که تست ها رو خودم در اختیارشون قرار بدم، من در کنارشون خواهم بود و این اتفاق رو براشون رقم خواهم زد. متوجه عرضم شدید؟ من در خدمتشون هستم. تقریبا 150 تست قرابت میخوایم در کنار همدیگه بزنیم. 150 تا تست قرابت. بچه هایی که تا به امروز اومدن جلو میدونن هر اتفاقی رو که رقم بزنیم یهو یک چی میگن انفجاری اتفاق میفته. یعنی زمانی که آزمون تراپیا رو شروع کردیم یهو یه اتفاق ویژه‌ای افتاد. حالا که میخواییم علاوه بر آزمون تراپیامون این بحث روتینای شبانمون هم شروع بکنیم، فکر میکنم که خیلی اتفاقهای درست و حسابی قراره بیفته. خیلی. این تا اینجا. پس چه برای لغت و چه برای قرابت، به امید خدا از شنبه شب روتینمون رو با هم دیگه جلو خواهیم بود. اینم یه اتفاق دیگه‌ای که الان وقتشه که تو این برهه از زمان به سی پلاسمون اضافه بشه. پس در واقع از پنج شنبه پله پله هر روز 17 و 17 دقیقه فایل های آزمون تراپی هامون برامون ارسال، میگم آزمون تراپی، فایل های آموزشی هامون برامون ارسال خواهد شد و هر شب از شنبه بحث در واقع 10 تست قرابت و بحث لغتنامه فارسی و انگلیسیمون ادامه خواهد داشت. اینم از این. خب دوباره چت دو طرفه بشه ببینم حال احوال بچه ها چطوره. اوکی شد، خدا رو شکر، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، الحمدلله. اینم از این، قربونتون برم. مرسی 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 مرسی. هزار مرتبه خدا رو شکر. یکی از بچه ها گفته این فقط برای بچه های پیشگامانه که از اول بودن. نه، گفتم بچه هایی که از اول همه آزمون تراپی های عمومی رو انجام دادن، حالا این 3 روز برای خودشون دوره کنن که با خیال راحت از شنبه روتین های شبانه رو شروع کنن. وگرنه همه بچه ها از شنبه روتین شبانه رو شروع خواهند کرد. بله مرسی. اینم از این. بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی. الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ساعت 14:14 دقیقه است. زیبا نیست این انرژی های دیوانه کننده با این اتفاق های ساعتی؟ 14:14 دقیقه. خدا رو شکر، الحمدلله. این هم در ارتباط با اینا. بچه همه اینهایی که بهتون گفته بودم همه آخش در فاز دوم آزمون تراپیامون بود، در فاز دوم دفتر تریاجمون بود، سی پلاسمون بود که دلم میخواست با هم دیگه گپ و گفتشو بزنیم. فقط من این نکته دیگه هم بهتون بگم که این رو دلم میخواد، این اتفاقه رو دلم میخواد جدیتر بگیرید عزیزای من. خیلی خوب به حرف من گوش بدید، خیلی خوب به حرف من گوش بدید. ببینید بچه ها، از روز اول که امتحانهای نهایی شروع شده، من به موازات هر روزی که بچه ها هر امتحان نهایی داشتن یک سری تست در ارتباط با اون امتحان در کانال سی پلاس قرار داد و گفتم چه بچه هایی که سال 12 و چه بچه هایی که پشت رویایی هستن، همه بچه ها اون تستا رو خیلی جدی بگیرن. یعنی هر امتحانی که بچه ها داشتن اون امتحان دقیقا به موازاتش یک سری سوال در کانال تلگرامی قرار گرفته. اسمش هم گذاشته بودیم آزمون پلاس. این قسمت آزمون پلاس رو بچه ها خیلی بیشتر جدی بگیرید، حواستون باش. اینا دقیقا از روز اول در کانالتون اتفاق افتاده. این قسمت
آزمون پلاس رو بچه ها خیلی جدی تر بگیرید. دقت بکنید، آزمون پلاس دقیقاً هر روزی که یک امتحان نهایی برگزار شده به بهونه اون امتحان نهایی، وگرنه هم برای بچه های پشت رویایی هم برای بچه های دوازدهم، یک سری تست شبیه ساز کنکور در کانال سی پلاس قرار گرفته. یادتون باشه رفقای نازنینم، اون رو هم خیلی حواستون باشه. بسیار عالی، همه این نکاتی که میخواستم بگم رو گفتم. فقط یه چیزی بگم، اون خیلی مهمه، خیلی 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 خوب به حرف من گوش بدید. بذارید من این قسمت رو لایو اینستاگرامیش هم بکنم، چون خیلی برام مهمه که این یه تیکه که الان دارم میگم به گوش همه برسه. خیلی این یه تیکه برام مهمه. خب بچه ها یکی زحمت این لایو رو میکشه لطفاً. مرسی. فقط اون شارژر بلندر هم از اونجا برام میاری؟ البته من که اصلا لایو ندارم. نه اصلا اشتباه شد، اصلا لایو نمیم. هیچ بچه ها قضیه کنسله، اصلا لایو نداریم برای گذاشتن. ویدیو بگیر، پس ویدیو بگی پست کنم. آره اصلا نمیتونیم لایو بذاریم، اینم داستانی شده برای ما. همون ویدیو بگیر عزیز. آره لایو نمیتونیم بذاریم، فقط همون شارژرش هم بزن دیگه. خب دیگه اینم وضعیت ماه دیگه، کارش نمیشه کرد. یه نکته خیلی مهمه، خیلی زیاد، که باید با حواس جمع به حرفان گوش بدید. همیشه وقتی یک اتفاق جدیدی در کنکور میفته، در ابتدا کسایی که اون اتفاق رو خوب تجزیه و تحلیل میکنن و ازش استفاده میکنن برای اینکه یک فرصتی بشه برای بهتر شدن تراز علمیشون، اونا افراد موفق اون کنکور هستن. همیشه اینه. یعنی مسیر برگزاری کنکور رو که بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که بعضی موقعها یک اتفاقهایی افتاده که نو بوده، یک اتفاقهایی بوده که سابقه ای نداشته، مثل همین دو دفترچه‌ای شدن دروس تخصصی در کنکور 1401، و یک اتفاق مشترک در همه این سالها بوده، اونم این که وقتی که اون اتفاق نوعه میفته، بچه ها دو دسته میشن. یک دسته خودشون رو درگیر این موضوع میکنن که چیکار بکنیم و حال بد و چرا زمان ما و چرا سال ما و حتما باید زمان ما این اتفاق میفتاد و همه سنگ و جلو پای ما و مدلای این مدلی، یعنی به جایی که قضیه رو بخوان تحلیل بکنن، سعی میکنن که فقط اون رو ابزاری بکنن برای توجیه شکست احتمالیشون. یه گروه دیگه هم کسای دیگه که هوش اجتماعی بالایی دارن، میگن آقا قطعاً که این اتفاق افتاده، قطعاً که متناسب با این اتفاقی که افتاده ما باید کنکور بدیم، پس تلاش بکنیم که از این اتفاق یک فرصتی برای خودمون بسازیم. رفقا کنکور 1401، دو دفترچه‌ای شدن دروس تخصصی، همون اتفاق نو است که کسی پیش بینیش رو نمی‌کرد. شما میتونید ازش تهدیدی بسازید برای خودتون که احتمالاً با مشکل مدیریت زمان و مدیریت احساس روبرو بشید سر جلسه، یا اینکه ازش فرصتی بسازید برای رشد خودتون، ازش فرصتی بسازید برای سبقت گرفتن از رقباتون. من توصیه‌ام به شما اینه، از الان بدونید که قراره چه بکنید.
که زمانی که دفترچه تخصصی رو جلوتون گذاشتن، دفترچه شماره 1 با پاسخنامه مجزا، وقتی میخوان اون دفترچه رو ازتون بگیرن و دفترچه جدید بهتون بدن، پیش خودتون بگید که آخش چقدر اتفاقا اینطوری بهتر شد. یعنی فرصتی بسازید برای سبقت گرفتن از بقیه داوطلب‌های کنکور 1401. دقیقا مثل کارگاه شماره 1 سی پلاس، فایلی که در آپارات رفت، دقیقا این اون یک ویدیوی دیگه براتون بارگذاری خواهد شد و دقیقا در اون ویدیو توضیح خواهیم داد که چه کنیم که از دو دفترچه‌ای شدن دروس تخصصی فرصتی بسازیم و از امروز تا روز کنکورمون باید چه کنیم و آزمون تراپی های دروس تخصصی دو دفترچه مجزا رو به چه سبکی انجام بدیم که مدیریت زمان و مدیریت احساسمون در روز کنکور در بالاترین لول خودش باشه. لذا دقت بکنید، همونطوری که بهتون روز اول ایده آزمون تراپی دفتر تریاج رو گفتم و گفتم این میتونه انقلابی باشه در دفترچه عمومی شما و امروز دارید نتیجهش رو میبینید، حتماً ویدیویی که دوشنبه هفته آینده براتون بارگذاری خواهد شد، حتماً با دقت با قلم و کاغذ جلوتون ببینید و یاد بگیرید که چجوری باید آزمون تراپی های دروس تخصصیتون رو انجام بدید تا از دو دفترچه‌ای شدن دروس تخصصی فرصت بسازید، نه تهدید. این رو حتما یادتون باشه. خیلی خوب، هزار مرتبه خدا رو شکر رفقای نازنینم، هزار مرتبه خدا رو شکر. جمع‌بندی کنیم صحبت هامون رو با هم دیگه. این که 1، بچه هایی که تا به امروز کم کاری کردن آزمون تراپی ها رو انجام ندادن از فردا شروع کنن. 2، بچه هایی که تا به امروز خوب رفتن جلو 3 روز وقت دارن که اون نکاتی که نوشتن رو برای خودشون دوره بکنن تا به لطف یزدان از شنبه بتونن با خیال راحت وارد روتین شبانه بشن. 3، روتین شبانه تون 10 تا تست قرابت و لغت زبان و ادبیات، تقریبا مانور میدیم روی حدود 50% از مجموعه 400% دروس عمومیتون. یعنی تقریبا 1/8 دروس عمومی رو، 1/8 سوالاتی که از دروس عمومی میاد رو میخوایم توی روتینای شبانه با همدیگه جفت و جور بشیم. پس خیلی دقت کنید به این موضوع. نکته بعدی، در این ایام خیلی از بچه ها گرفتار استرس میشن، خیلی از بچه ها گرفتار نگرانی میشن، نزدیک میشیم به کنکور، خیلی حساسیت ها بیشتر میشه، خیلی حساسیت ها بیشتر میشه. یادتون باشه موفقیت در کنکور سهم اون داوطلبانیه که این روزها آرامش خودشون رو خیلی حفظ کنه. این یادتون باشه، موفقیت در کنکور سهم اون رفقاییه که در این روزها آرامش خودشون رو بیشتر حفظ کنه. این یادتون نره. و راهکار عملی من برای رسیدن به آرامش یک چیزه، ثانیه ای رو خالی نذارید که استرس بیاد سراغتون. شما اگر ثانیه هاتون رو پر کنید با تلاش، تمام ظرفیت ذهنیتون پر میشه از امید، و اگر ثانیه هاتون رو پر کنید از تنبلی، تمام ظرفیت ذهنیتون پر میشه از استرس و ناامیدی. اگر واقعا دلت میخواد استرس این روزها رو تجربه نکنی، فقط درس بخون، ثانیه ای رو خالی نذار، فقط درس بخون، فرایند شناختیت رو به درس خوندن اختصاص بده که به لطف یزدان حالت، امیدت، انرژیت، انگیزت در بالاترین لول ممکن باشه. خیلی خوب، بسیار عالی، خسته نباشید رفقای نازنینم، هزار مرتبه خدا رو شکر میکنیم. برید و ریلکس کنید. خب یه سری از بچه ها که ساعت 4 باشون کلاس فلسفه داریم، یه سری از بچه ها هم ساعت 7:30 کلاس دین و زندگی، هم اردیبهشت و هم اسفند،
هر دو گروه نکته و تست رو ساعت 7:30 میبینم. یا علی، خدا نگهدارت باشه.